فاجعه کرونا در ایران آمار جانگداز قربانیان در 526 شهر از 238500 نفر بیشتر است وزارت به بهداشت تهران، کرج، ری، شمیرانات وارد وضعیت نارنجی شدند رئیسی شهرهای قرمز از 9 به 23 و شهرهای نارنجی از 31 به 44 شهر رسیده است و نشان می دهد گردش ویروس دارد اتفاق می افتد. دانشگاه پزشکی مازندران ممکن است تعداد واقعی مبتلایان به ویروس انگلیسی بسیار بیشتر از میزان شناسایی شده باشد. شبکه بهداشت زان وضعیت کرونا در شهرزا آتش پنهان زیر خاکستر است. مرک های قطعی و مشکوک تنفسی در سال 99 نسبت به سال 98 چهار برابر در شهرزا افزایش داشته است. دانشگاه پزشکی کرمانشاه تعداد بستری های کرونا در هفته اول تعطیلات نوروزی عملا افزایش 50 درصدی داشته است. سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر شنبه هفتم فروردین 1400 اعلام کرد آمار جانگداز جانباختگان کرونا در 526 شهر از 238500 نفر بیشتر است. شمار قربانیان در آذربایجان شرقی به 9378 نفر، در البرز به 5918 نفر، در اصفهان

در لورستان به 1058 10 نفر و در مازندران به 10170 نفر رسیده است. روحانی امروز اذعان کرد که هیچ چشمانداز روشنی برای واکسن وجود ندارد. وی در مورد بازگشایی مدارس در شهری ماه آینده گفت این وابسته به این است که چقدر واکسن برسد. واکسن های داخلی کی برسد؟ اینها خیلی اگرهایی دارد. اگر اگرها محقق شود بسیار مهم است که در عواست مرداد که دولت را تحویل دولت بعد می دهیم شرایط کرونا هم شرایط کنترل شده و مهار شده باشد روحانی افسود امروز مصوب کردیم که بخش خصوصی هم اگر خواست بتواند واکسن بیاورد با قیمت ارز نیمیایی و به مردم عرضه کند بخش خصوصی اسم دیگر نهادهای وابسته به سپاه پاسداران و خامنه ای است و به این وسیله واردات و واکسن وسیله دیگری برای دزدی و قارت اموال مردم ایران می شود. رئیسی سخنگوی ستاد کرونا گفت در اکثر استانها روند سعودی بیماری را داریم و بیماری افزایش پیدا می کند. شهرهای قرمزمان در مقایسه با 25 اسفند که 9 تا شهر قرمز داشتیم الان 23 شهر قرمز داریم. شهرهای نارنجی از 31 رسیده به 44 و شهرهای زرد از 295 رسیده به 287 و آبی از 113 به 94. این نشان دهنده این است که گردش ویروس دارد اتفاق می افتد. بعضی از استان ها که ماها بود هیچ افزایش بیماری نداشتیم دارد افزایش پیدا می کند و این می تواند زنگ خطر باشد. لاری سخنگوی وزارت بهداشت گفت ارومیه، دهلوران، امیدیه، اندیمشک، خورمشهر، مچه سلیمان، ارسنجان، داراب، اسناباد غرب و بروجرد به تازگی دچار وضعیت قرمز شده و اشنویه، کرج، تهران، ری، شمیرانات، چرداول، رام هرمز، کارون، تاکستان، قزوین، گیلان غرب، ازنا، علیگوداز، خورم آباد و خاتم نیز از وضعیت زرد وارد وضعیت نارنجی شدند. در مازندران آمار مبتلایان به کرونا انگلیسی در کمتر از ده روز سه برابر شده است. روابط عمومی دانشگاه پزشکی گفت آمار شناسایی شده مبتلایان به ویروس انگلیسی حتما با واقعیت فاصله داشته و ممکن است تعداد واقعی مبتلایان به این ویروس بسیار بیشتر از میزان شناسایی شده باشد. 525 بیمار کرونایی در بیمارستان تحت پوشش دانشگاه پزشکی مازندران و بابل بستری هستند و از این تعداد 126 نفر در آی نگهداری می شوند. در اصفهان رئیس شبکه بهداشت شهرزا گفت وضعیت کرونا در شهرزا آتش زیر خاکستر است. مرک های قطعی و مشکوک تنفسی نسبت به سال 1398 حدود چهار برابر افزایش داشته است. در کرمانشاه رئیس دانشگاه پزشکی گفت تعداد بستری های کرونا در هفته اول نوروز عملا افزایش 50 درصدی داشته و به دنبال افزایش بستری های کرونا تعداد موارد فوت رو به افزایش خواهد گذاشت. وی با اشاره به افزایش سه برابری تست های مثبت کرونا در استان گفت عملا موج چهارم کرونا در استان شروع شده و اواخر فروردین با اوجگیری این موج مواجهیم در گلستان استاندار گفت تعداد بیماران کرونای گلستان از 180 نفر در روز اول فروردین به 232 بیمار در حال حاضر افزایش یافته است. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران هفتم فروردین 1400